زنی که هر بار میخوابه تمام خاطراتش رو از یاد میبره و باید دوباره به یاد بیاره. گلاسیا سلام. امروز من با هم دیگه بیفور آی گو تو اسلیپ یا قبل از اینکه بخوابم رو ببینیم. یکی از فیلم‌های خوب با یه داستان خیلی یونیک و جدیده. امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواسم به اسپر و کامل صحنه‌های خشنشم. باشه. با شروع فیلم زنی به اسم کریستین رو میبینیم که روی تخت کنار مردی از خواب بیدار میشه و هیچ خاطره ای از خودش و گذشتش نداره و اصلا نمیدونه این مرد هم کیه. به اتاق دیگه میره و کلی عکس از خودش و مردی که دیده بود میبینه که روش نوشته شده بن همسر توه، اینو فراموش نکن. حالا بن از خواب بیدار شده و میاد سمت کریستین و بهش میگه که ما خیلی وقت با هم دیگه ازدواج کردیم. مدتی پیش یه اتفاقی افتاد و تو خاطرات تو از دست دادی و یه بیماری خیلی خاص گرفتی که هر شب وقتی میخوابی تمام چیزها رو فراموش میکنی. منم از موقع تصمیم گرفتم ازت مراقبت بکنم و هر روز صبح این حرفا رو بهت میزنم تا زندگیمون رو دوباره به یاد بیاری. خلاصه که چیزهای کلیو براش توضیح میده و بعد خداحافظی به محل کارش که یه مدرسه همین نزدیکی است میره. کریستین داره خونه رو میگرده و تلفنش زنگ میخوره و مردی به اسم دکتر ناش پشت خطه. ناش میگه که چند سال من و تو داریم با هم دیگه روند درمانی تو طی میکنیم و تصمیم گرفتیم که اینو بین خودمون پنهان نگه داریم. برای همینم هر روز که شوهرت میره سر کار من بهت زنگ میزنم و با هم دیگه سری تمرین رو انجام میدیم. حالا به کریستین میگه که برو تو کمد و یه دوربین اونجا و برش دار. اونم همین کارو انجام میده. دکتر میگه فیلمای دوربین رو ببین و بعدش به هم زنگ بزن. کریستین فیلما رو دونه دونه پخش میکنه و میبینه که 2 هفته است داره هر روز یه فیلم خودش میگیره. توی اونم چیزهایی که جدید یاد گرفته در مورد زندگی خودش میگه و اینکه بعضی اتفاقات باعث میشن خاطراتش رو کاملا به یاد بیاره. تمام اینا رو میبینه و در آخر با دکتر ناش تماس میگیره و قرار میذارن که جای هم رو ببینن. دکتر اینو توضیح میده که خودت خواستی شوهرت از جریان با خبر نشه تا بعدن اگه خاطراتت برگشت بتونی همه چیز رو بهش بگی. بعدم یه سری خبرات تو روزنامه بهش نشون میده و میگه 10 سال پیش یه اتفاقی افتاده بود و یکی بهت حمله کرد و تو رو کنار یه هتل پیدا کرد که حالت خیلی داغون بوده، از اون موقع خاطرات تو فراموش کردی. حالا یکم کریستین دو به شک شده به خاطر اینکه شوهرش بهش گفته بود تو تصادف کردی و خاطرات تو فراموش کردی. برای همین من دکتر این پرسه چرا شوهرم بهم دروغ گفت و دکترم میگه شاید خب اینطوری راحت تره براش و نمیخواد الکی درگیرت بکنه. حالا به هم به جای نزدیک فرودگاه میرن که 10 سال پیش بدن کریستین رو از اونجا پیدا کرده بودن. دکتر میگه که ما تو این 2 هفته داریم جاهایی میریم که شاید تو خاطراتت باشن و اینطوری ممکنه که خاطراتت برگردن و حالت بهتر بشه. یکی از کسایی که اینجا کار میکنه میاد و میگه که 10 سال پیش خود ما بودیم که پیدا کردیم. بدنن توی پلاستیک پیچیده شده بود که علامت همون هتل روش بود و اینطوری فهمیدیم کجا اقامت داشتی. وقتی که دکتر و کریستین تو ماشین میان، کریستین پرسه که من چرا اصلا هتل بودم، مگه ازدواج نکردم؟ و دکترم میگه که حقیقتا تو موقع با یه نفر داشتی به شوهرت خیانت میکردی. اون روزم احتمالاً باهاش تو هتل قرار داشتی و این اتفاقات افتادن. وقتی که به خونه برمیگرده یه فیلم دیگه خوری ضبط میکنه و چیزی که امروز فهمیده رو توضیح میده. بعدم دوربین دوباره قایم میکنه و میخوابه. این بار موقع خواب کابوسی میبینه از همون اتفاقات که توی هتل افتاده بود. یه نفر بالا سرش بهش حمله میکنه و انقدر کتکش میزنه و همه جا خون ریخته. روز بعدی دوباره به دیدن دکتر میره و آزمایش دیگه ای رو انجام میدن. دکتر یه سری عکس حاضر کرده و میگه اینا رو نگاه کن، هر وقت چیزی برات آشنا بود بهم بگو. عکس‌ها همه ناشناسن غیر از یکیشون که توجه دختر رو جلب میکنه و کریستین میگه که این خیلی برام آشناست. دکتر هم میگه این عکس یه دختری به اسم کلره، بهترین دوست تو قبل از تمام این اتفاقات. شب میرسه و سر میز شام کریستین از بن میپرسه که کلر کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. همسرش هم میگه که کلر وقتی تو مریض شدی این اتفاقات برات افتاد نمیتونستی که شرایطو تحمل بکنه. برای همینم همه زندگیشو ول کرد و رفت به یه شهر دیگه و الان اونجا خیلی خوشحال زندگی میکنه. چند تا عکس دیگه هم از کلر بهش نشون میده. میرسیم به روز بعدی. کریستین دوباره با دیدن فیلم‌ها همه چیزهای چند روز قبل رو به یاد میاره و وقتی که جلوی آینه است یه رفیقی توهمی میزنه که یه بچه بغلشه. به شکمش نگاه میکنه و رد سزارین رو میبینه. حالا با عصبانیت میره سمت بن و بهش میگه که من یه بار بچه به دنیا آوردم، چه اتفاقی براش افتاد؟ بنم با ناراحتی میگه که من نمیخواستم اینا رو بهت یادآوری بکنم، ولی خب انگار حالت داره بهتر میشه. پسرمون حالش خوب نبود، اسمش آدام بود و توی 8 سالگی به خاطر یه بیماری جونش رو از دست داد. خیلی حال کریستین به هم ریخته است و میره یه گوشه و کلی مست میکنه و فیلمی از خودش میگیره و این رو هم رو به دوربین میگه. شب میرسه و تو خوابش این بار پسرش آدام رو میبینه. یه رفعه دوباره خودش تو هتل میبینه و حالا نقاشی از آدام اونجاست که وقتی بازش میکنه یه مرد با زخمی روی صورتشه و کنارش نوشته شده مایک. روز بعدی به دیدن دکتر ناش میره و چیزی که اتفاق افتاده رو براش تعریف میکنه و بهش میگه توی کابوسم اسم مایک رو دیدم. حس میکنم کسی که باهاش خیانت میکردم و این بلاها رو سرم آورد اسمش مایک بوده. دکتر ناش اینو در آغوش میگیره و یکم دلداریش میده و یه دفعه نگاه کریستین به علامت روی سینه اون میفته. علامتی که برای بیمارستان و اسم کامل دکتر روش مشخصه. دکتر مایک ناش. یه دفعه کریستین تو
خاطرات خودش میبینه که دکتر بهش حمله کرده و اون باعث همه این اتفاقات شده. با ترس پا به فرار میذاره ولی دکتر رو میبینیم که به سرنگی داروی بیهوشی میزنه و موفق میشه که دختر رو گیر بندازدش. وقتی کریستین چشمشو باز میکنه توی خونشونه. البته هنوز چیزی رو از یاد نبرده. دکتر بهش زنگ میزنه و میگه اتفاقی که برات افتاد یه چیز خیلی طبیعیه. در مقابل با این بیماری ذهنت یه وقت ممکنه که خود به خود جاهای خالی رو پر کنه تا اینقدر اذیت نشی. و این دفعه اسم منو علیکی توی خاطرات تو ورده ولی بهت قول میدم من هیچ آسیبی بهت نرسوندم و قرارم نیست برسونم. روز بعدی دکتر دوباره به دیدن کریستین میره. دکتر میگه من دیگه نمیتونم درمان تو رو ادامه بدم چون حقیقتا بهت احساس پیدا کردم و این غیر اخلاقیه. کریستین هم شوکه شده اما درکش میکنه و فرض ازش سری سوال در مورد گذشته میپرسه. دکتر هم یه چیز خیلی عجیبی رو میگه. سال 2007 همسرش یعنی بن کریستین رو آورد و تو تیمارستان بستری کرده تا درمان بشه. ولی سال 2009 برگه های طلاق اومده و گفته دیگه نمیتونم قضیه رو تحمل کنم که در نتیجهش از کریستین جدا میشه. بهترین دوستش یعنی کلر هم تا مدت ها بهش زنگ میزده و میخواسته بیاد ببینتش و شماره کلر رو دکتر به کریستین میده. وقتی کریستین به خونه میاد با عصبانیت سر بن فریاد میزنه و میگه تو 4 سال پیش منو طلاق دادی. چرا و الان اینجا چی کار میکنی؟ بنم خیلی ناراحت شده و میگه اون موقع دیگه عصبانی شده بودم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم و خیلی خسته شده بودم از اینکه همه چیز رو فراموش میکردی. تصمیم گرفتم ازت جدا شم مخصوصا که پسرمونم از دست داده بودیم. اما بعد از یه مدت فهمیدم که نمیتونم بدون تو زندگی کنم و اومدم دوباره دنبالت و سعی کردم که تا میتونم کمکت کنم. کریستین هم خب درکش میکنه و اونو در آغوش میگیره و وقتی که بن میره تا یه دوش بگیره به بهترین دوستش یعنی کلر زنگ میزنه. با شنیدن صدای کلر هم یه سری از خاطراتشو باز به یاد میاره و تصمیم میگیرن همدیگر رو ملاقات کنن. به هم میرسن و کریستین در مورد این سوال میکنه که چرا گم و گور شدی و هیچ خبری ازت نیست. کلر هم یه اعترافی میکنه. میگه وقتی اون اتفاق برات افتاد و خاطراتتو از یاد بردی من سعی میکردم که به همسرت و آدام کمک برسونم و خیلی نزدیکشون بودم. یه دفعه یه اتفاقی افتاد که من خیلی نزدیک همسرت شدم و با هم یه رابطه برقرار کردیم. فقط هم یه بار بود اما بعد از اون تصمیم گرفتم که از زندگیتون خارج شم تا یه موقع باعث اتفاقی توی زندگیتون نشم. نامه یه مکیفش درمیارو به کریستین میده و میگه اینو بن برام فرستاده بود وقتی که همدیگه جدا شدید. کریستین شروع به خوندنش میکنه و بن توی اون توضیح داده که خیلی برام سخت بوده که بیام توی بیمارستان ببینمت. برای پسرمون هم همینطور چون نمیتونست درک بکنه که فراموشی یعنی چی و چرا باید هر روز خودشو به تو معرفی بکنه. خلاصه که برای من و آدام خیلی این قضیه سخته و بهتره که همدیگه جدا بمونیم. حالا کریستین فهمیده چقدر برای همسرش بن سخت بوده که همدیگه جدا بشن. دوربینشو درمیاره و فیلمی میگیره که توی اون میگه چقدر عاشق بن و قدردان کارهایی که براش انجام داده و در آخرم میگه که هر جوری شده باید کنار بن بمونی چون اون به خاطر تو برگشته و تو هم باید به خاطرش همیشه برگردی. شب که بن برمیگردن فیلمو بهش نشون میده و ازش بابت همه چی تشکر میکنه. بعدم اعتراف میکنه که چند وقت داره دکتر نش کمک میگیره تا بتونه درمان شه و فکر میکرده که اینو باید پنهون نگه داره اما دیگه کاملا بهش اعتماد داره. بن به جای اینکه خوشحال بشه یه رفیق میخوابه تو گوشش و بهش میگه تو یه آدم خیانتکاری و از خونه خارج میشه. کریستین خیلی ترسیده و به دوستش کلر زنگ میزنه و جریانو تعریف میکنه. کلر هم حالا خیلی شوکه شده و ترسیده و میگه اصلا غیر ممکنه که بن بزنتت. یه آدم خیلی آروم و جنتلمن و اصلا ازش همچین کاری بعیده. با این حال قبول میکنه که زنگ بزنه به بن و بپرسه که چرا این کارو کرده. لحظاتی بعد دوباره به کریستین زنگ میزنه و صداش خیلی ترسیده. کلر میگه که بن 4 سال هیچ خبری ازتون نداره و به دیدنت نیومده. کریستین با وحشت میپرسه که ظاهر اونو برام توصیف کن و کلر میگه یه زخمی روی صورتشه. حالا هر دوشون فهمیدن کسی که کنار کریستین بوده شوهرش نیست و یه آدم ناشناسه و میخواد از خونه فرار کنه که یه دفعه بن سر میرسه و از پشت اونو بیهوش میکنه. روز بعدی از خواب بیدار میشه و هیچی به خاطر نداره. بن میره سر کار و کریستین تنها فیلمی که توی دوربینش هست رو تماشا میکنه. آخرین فیلمی که گرفته بود رو توی اون گفته عاشق بن و حاضر جونش هم براش بده. همین لحظه بن زنگ میزنه و بهش میگه میخوایم بریم تفریح کنیم. امشب یه جای تو هتل رزرو کردم و حاضر شو. شب به مقصد میرسن و اینجا همون هتلیه که کریستین 10 سال پیش توش پیدا شده بود. تا وارد میشن کریستین لحظاتی رو به یاد میاره که این مرد بهش حمله کرده بود و باعث این بیماریش شده. مرد میاد طرفش و میگه اسم من مایکه. دیگه نمیخوام با دروغ زندگی کنم. من و تو داشتیم با همدیگه رابطه برقرار میکردیم و خیلی وقت بود که به شوهرت خیانت میکردی. بارها قرار بود به شوهر جریان ما رو بگی و باهاش تموم کنی اما این کارو انجام نمیدادی. کریستین به یاد میاره که روز آخرم قرار بود همین کارو انجام بده ولی مایک رفعی عصبانی میشه و بهش حمله میکنه و انقدر اونو کتک میزنه که همه خاطراتش رو از یاد میبره. چیز دیگه ای هم که میفهمه اینه که پسرش آدام هنوز زنده است و مایک بهش دروغ گفته بوده. حالا جلوی چشمای کریستین تمام فیلمهای توی دوربینو پاک میکنه و میگه از این به بعد قراره که با هم دیگه زندگی کنه. البته که کریستین نمیخواد این کارو انجام بده و با هم درگیر میشن. اتوی برمیداره و چند تا کتک به مایک میزنه. بعدم آژیر خطر هتل رو فعال میکنه و به سرعت از اونجا خارج میشه. سکانس بعد کریستین تو آمبولانس نشسته و دوربین جلوشه و داره تمام
فهمیده رو تویش ثبت میکنه. روز بعدی میرسه تو بیمارستانی بستریه و دکتر ناش به دیدنش میاد. البته که لباس پزشکی به تن نداره و میگه این بار به عنوان یه دوست اومدم و فقط میخوام کمکت بکنم. بهش خبر میده که پلیسا ماکو گرفتن توی زندانه و در آخرم میگه چند نفر برات آوردم که شاید کمکت کنن تا خاطراتت کاملا برگرده. همسر سابق و واقعی کریستین یعنی بن از در میاد داخل و پشت سرش هم پسرش آدام میاد که حالا یه نوجوان شده. کریستین به محض اینکه اونو در آغوش میگیره تمام لحظات گذشتهشون رو به یاد میاره و انگاری خیلی حالش بهتره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. هیجان فیلم به نظرم بالا و قسمت درامش هم خیلی قشنگ در اومده. مخصوصا که شما از اول چند باری به همه شک میکنی. مثلا اول فکر میکنی که اون دکتر ناشه مقصر اصلیه. بعد فکر میکنی که شاید کلر مقصر اصلی بوده. در آخر تازه میفهمی که اصلا مایک کیه و چه دروغایی بهش گفته. روش قرارگیری اینها طوریه که میگم شما رو از اول تا آخر هیجان زده میکنه و مدام چیزی که تو ذهنتونه رو باید تغییر بدید. فیلمش هم سرگرم کننده است. دوباره چیزی نیست که بخوام براتون توضیح بدم و نقد و بررسی کنیمش. امیدوارم لذت برده باشید. پیشنهاداتونو حتما با هشتگ پیشنهادی بنویسید. من همه رو توی کانال قرار میدم. لایک، کامنت و سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.